گورخواب ها در ایران که جنجال بسیاری به پا کرده، تصویرهایی از هموطنان ما که در قبرستان زندگی میکنن، توی گور زندگی میکنن، توی این سرما، و نامه اصغر فرهادی که نامه تکاندنده ایست، هنرمند به نام، کارگردان بزرگ سینمای ایران، به آقای روحانی همیانانم و مخصوصا تاکید بر این که شما و گروه شما 30 سال دارید برای مملکت حکومت میکنید، اینم دستاورد یک سرزمین نفتخیزه. واقعا آدم وقتی یک عکس رو میبینه دوچار شرمند، از خودش خجالت میکشه، از خودش خجالت میکشه. امیران عزیز، در برنامه امروز با آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز هستیم. میکروفون بسیار عالی، بسیار عالی. میگن میکروفون هم استفاده کنیم. چشم، میکروفون دور بود از ما. آقای شهرتی عزیزم برنامه رضایت میکنن، ممنون. و آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز در اسکاتلند با ما هستن، استاد علوم ارتباطات بین الملل. مسئله عمده در برنامه امروز مطرح میشه، حتما بهش توجه و عنایت بکنید. هرچی باشه مملکت ماست. نامه 30 تن از روشنفکران و از زندانیان سیاسی ایران خطاب به آقای ترامپ هم به بیانیه خواندنی بود. همینانم در برای شاد بیشتر بحث بکنیم امروز و موضوعات و مباحث دیگر، از جمله درگیری هایی که پیش آمده بین اورشلیم و واشنگتن بر سر همین بدنامی شورای امنیت که آمریکا حاضر نشد اون رو وتو کنه بعد از 30 سال. در برخی مقامات اسرائیلی ازش به عنوان خیانت یاد کردن، دست کم در روزنامه دیولت دیدم از لفظ خیانت استفاده شده، و یکی دیگه که گفته که آقای جان بولتون که میگه دولت اوباما نه از پشت بلکه از جلو با خنجر به اسرائیلی ها حمله کرد، اسرائیلی ها رو مجروح کرد. این هم پیست درشت پرتیراشتری نشیه اروپاست. هم میانانم نشان دهنده اینی که دستگاه امنیتی و پلیسی در اروپا آماده میشن برای کارزار بزرگ علیه ترور. یکی از شرکای عمل جنایت بازار شب عید بلن هم همینان هم امروز دستگیر شد. اهل تونس ظاهرا واسط بوده بین عامل ترور و عاملان ترور، و گویا طرح ترور در یکی از مساجد نوردرین وستفالن ریخته شد. آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز، درود بر شما. سلام و درود به شما، به هموطنانمون در ایران و هر کجای دیگر دنیا که وقتی صرف میکنن برای نشستن پای صحبتی که داریم و ما هم گوش میدیم به حرفایی که اونها برای گفتن دارن. حق با شماست آقای میبودی. یک هفته گذشته هفته خبرسازی بوده و هم در داخل ایران و خارج از ایران، و متاسفانه همه خبرها یا بیشتر خبرها خبرهای تاسف‌باری بودن، به خصوص خبرهایی که از ایران می آمدن. نمیدونم آقای میبودی، وقتی که نوارهای این صحبتها رو ما کنار هم میگذاریم، کمتر موضوع مثبتی است که از درون ایران بیرون اومده باشه و بتونیم راجع به یک چیز خوب در مورد ایران صحبت کنیم. این خود ما رو هم به حد به نوعی کسل میکنه، ولی واقعا این دولت هیچ جای روشنی در این مملکت نگذاشته، هیچ نقطه سفیدی باقی نمونده که آدم حداقل به اون خودش رو دلخوش بکنه. مسئله منفی بافی و انتقاد از حکومت نیست، مسئله انعکاس واقعیتی است که امروز در ایران میگذره، و اون چه که از زبان مسئولین حکومت میشنویم واکنش به این تلخی ها و سیاهی هاست، و اون چه که عمل میکنن عمل نکردن. در برنامه امروز سارا خانم ایرانی عزیزم با ما هستن، ریتکی یکی از برجسته‌ترین تحلیلگران اندیشکده های معتبر در ایالات متحده آمریکا است. خودش از اعضای ارشد وزارت خارجه بوده. میگه رئیس جمهور بعدی باید از رئیس جمهور فعلی چه تجربیاتی رو بیاندوزه و از چه آموزه هایی برای اینکه دچار خطاها و اشتباهات او نشه. مبحث مهمی است، جالبه. میگه کلید سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا ایرانه، و بعد در مورد ایران یک سیاست قاطعی اتخاذ بشه.
گزارش سارا خانم را هم در این زمینه گوش خواهیم کرد. اما دکتر تقی‌زاده عزیز، اجازه بدید که قبل از هر چیز بپردازیم به این مسئله داخلی مملکت و میهن خودمون. اولا نوع نگرانی و ترس در وسایل ارتباط جمعی ایران، مقامات ایران پدیدار شده، ظاهرا در مورد تغییر و تحولات سیاسی در ایالات متحده آمریکا، به ویژه گزینش پاره چهره‌هایی که قرار نقش‌های کلیدی رو در این مملکت داشته باشن و اغلب اونها میدونیم از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی هستن. نظرتون چیه در این باره؟ میتونه جمهوری اسلامی بالاخره یک جوری دل اینها رو، دل دولت بعدی رو به دست بیاره، وارد تعامل بشه، معامله بکنه؟ این نگرانی است دائمی بودی که اصولگرایان دارن. نگرانی عمده اونها مردم نیستن، واقعا گورخواب ها نیستن، طبقه متوسط نیست، معلم و افسر ارتش و یا افسر میان درجه سپاهی نیست. نگرانی خاطر اونها این است که دستگاه و دولت روحانی بتونن با ترامپ تماسی برقرار بکنن و تماس با رئیس جمهور بعدی منجر بشه به ارتباطات دوستانه و اونها جا خوش بکنن به عنوان ترکیب های دولت بعدی. در ابتدای این هفته ما حضور آقای جواد ظریف رو شاهد هستیم در مجلس آخوندها، مجلس اسلامی، که ظاهرا محرمانه وقتی با اعضای کمیسیون امنیت ملی صحبت میکنه اونجا اعتراف میکنه که در ارتباط با توافق اتمی اشتباهاتی مرتکب شده و این اشتباهات که او بهش اشاره میکنه نتیجه فشارهایی است که آخوند خامنه‌ای به اونها میاره و همینطور منتقدین توافق اتمی که از اون به عنوان برجام یاد میکنن. این واکنش ها دنباله مصوبه سه هفته قبل مجلس نمایندگان کنگره آمریکاست که این مصوبه در مجلس سنا با 99 رأی به تصویب رسید و از حدی گذشت که حتی آقای اوباما که پشتیبان اصلی حکومت آخوندها بوده و هنوز هست قادر به وتو کردن اون نبود. به موجب این مصوبه تحریم هایی که علیه ایران از سال 1996 اعلام شده بود، تصویب شده بود، دوباره برای 10 سال تمدید می شد. حالا از ظریف می پرسن تو در طول مذاکرات وقتی برنامه اتمی و طرح ساختن بم رو واگذار کردی، رها کردی، اونچه که گرفتی کافی نبوده، باید در مورد تمدید این تحریم ها هم از اونها یا ضمانت می گرفتی و یا قبول می کردن. در این بیانیه پایانی که توافق نامه ما بوده اون رو قرار می دادن. که حالا آقای ظریف ظاهرا اعتراف میکنه در این مورد اشتباه کرده و بایستی که این موضوع رو در شکم توافق میگنجون. ولی کسانی که با دولت روی موافق ندارن میگن در همین حد هم حسن روحانی میخواست که همه چیز رو ماستمالی کنه، از این مذاکرات عبور بکنه و بین الملل برادرش حسین فریدون رو به جلسه مذاکرات فرستاده بود تا او ظریف رو وادار بکنه که تصمیماتی زودتر بگیرن. البته مذاکرات در طول 2 سال به نتیجه رسید که میتونست حتی در طول 2 ماه به نتیجه برسه و علت کش خوردن این مذاکرات یک نادانی تیم مذاکره کننده بود به موضوعهای مذاکره، به مسائل پشت پرده مذاکره و درخواست هایی که جمهوری اسلامی داشت ولی نمیتونست و نمیخواست در سند رسمی و موضوع مذاکرات رسمی منعکس بشه، ولی پیش شرط های جمهوری اسلامی بود که اگر مجال شد من به این درخواست های جمهوری اسلامی میپردازم. ولی به هر حال با حضور حسین فریدون که زبان انگلیسی چندان بهتر از آقای حسن فریدون یا حسن روحانی نیست و او با چه زبانی به مذاکرات گوش میداد که توصیه تسریع اون رو میکرد، این رو من نمیدونم، ولی اتهاماتی است که اصولگرایان به دولت روحانی وارد میکنن و میگن که او با عجله از این مذاکرات عبور کرد. در بین راه های می بود یک گروهی رو استخدام کردن که مجموعه حقوقدان هایی بودن که زبان انگلیسی میدونستن، به بعضی از گره های مذاکرات آشنا بودن و بعد یک گروه لابیگری رو دعوت به کار کردن که حالا نتیجه اون رو در واشنگتن ما میبینیم. کسانی هستن که بعضی از اونها رو به دستگاه قضایی بردن و محاکمه کردن و بعضی ها همچنان حقوق های میلیونی میگیرن و در واشنگتن میگردن، ولی
بعید به نظر میرسه در دولت بعدی آمریکا اونها محلی از اعراب داشته باشن. به هر حال این مذاکرات و موضوع اشتباهاتی که ظریف ظاهرا در مجلس آخوندها به اون اعتراف میکنه انعکاس بسیار زیادی پیدا کرد، ولی این انعکاس در آخر هفته باعث نشد که بخش دیگری از این گفتگوها، بخش دیگری از این افشاگری ها، بخش دیگری از این به اصطلاح علی خامنه‌ای سیاه نمایی ها پنهان بمونه. اونها هم باز در جامعه انعکاس زیادی داشتن. در آخر هفته ما آقای قدوسی، همون شخصی رو که پیشتر بخشی از مذاکرات گروه امنیت ملی رو در مجلس منعکس کرده بود یا افشا کرده بود، که منجر شد به صدور بیانیه از طرف کمیسیون، بیانیه از طرف وزیر خارجه، بیانیه از طرف شخص وزیر خارجه و غیره، افشاگری دیگری کرد. و افشاگری دیگرش این بود که حالا آقای ظریف در تلاش که با واسطه قرار دادن دیپلمات ارشد اروپا خانم موگرینی نوعی با آقای ترامپ رابطه برقرار کنه، بلافاصله در این مورد باز یک بیانیه تازه وزارت خارجه آقای ظریف صادر میکنه که نه آقا، این آقای وزیر خارجه اصلا پیشبینی میکرد که ترامپ سر کار میاد. اینجا وزیر خارجه رو دولت در مقام اول یک بار ازش به عنوان بیزمارک یاد میکردن، سیاستمدار بزرگ آلمانی پیش از جنگ، و حالا به عنوان یک رمال ازش یاد میکنن که این آقای ظریف قطعا میدونست که ترامپ انتخاب میشه. اگر اون میدونست، شما چرا همه تخم مرغ‌هاتون رو در سبد خانم کلینتون گذاشته بودید و امیدوار بودید و به علت این امیدوار بودن فشار زیادی نیاوردید که جزئیات مورد درخواستتون در توافق اتمی گنجانده بشه؟ چون انتظار داشتید با آمدن خانم کلینتون مسائل ادامه وضع موجود باشه که در دولت اوباما داشتید، و در خاطر شما هم جا نمیگرفت که پیش بینی کنید آقای ترامپ برنده خواهد شد. اگر که این بود، واقعا بایستی آقای، یعنی پیشبینی ظریف درست بود، باید ظریف میتونست حتی در این شرط بندی هایی که خارج از ایران مجاز همگیر همه جا هست، شرط بنده عوان انصارش رو میلیونر و میلیاردر بکنه. میدونیم که یک دروغ بزرگه، البته کسانی گمان زنی میکردن وقتی دو نامزد برای انتخابات آماده میشن یکی از اونها برنده میشه. در مورد انقلاب هم مدعیان ما زیاد نیستن، کم نیستن که میگن ما از پیش یک سال قبل، شش ماه قبل، هشت ماه قبل پیش بینی میکردیم که انقلاب میشه و دستگاه سقوط میکنه و غیره. ولی وقتی اسناد مطالعه میکنیم، واقعا تا شش ماه قبل آمریکایی ها هم نمیدونستن که سرنوشت نهایی ایران چی میشه. البته طرح داشتن، البته برنامه‌ریزی میکردن، البته میخواستن اون بساط رو به هم بزنن، ولی هیچ چیز شکل قطعی نداشت. و در مورد انتخاب ترامپ آقای ظریف حالا دروغگویی میکنه، نقش رمالی خودش رو بزرگ میکنه که من میدونستم که ترامپ انتخاب میشه. اگر میدونستی در این مورد چه اقدامی صورت دادی؟ آیا این آگاهی تو واقعا یک زمینه اجرایی هم پیدا کرد یا خیر؟ ولی به هر حال این چه که امروز ما در ایران شاهدش هستیم آقای میبودی، صحنه دردناک رویارویی گروه های سیاسی داخل حکومت هستن که نگرانیشون مردم نیست، نگرانیشون وضعیت معیشتی کارگر و کارمند نیست، نگرانی عمدهشون کارتون خوابها و گور خوابها نیست. اونها میخوان به هر وسیله‌ای که شده با چنگ و دست دندان همدیگر رو بدرن، بلکه بتونن در اردیبهشت ماه سال آینده راهی به دولت پیدا بکنن، و اگر اصولگرایان در این مسابقه ننگین پیروز شدن، بتونن به مطامع خودشون برسن، آلاف علوفی برای خود و خانواده‌شون فراهم بکنن و گروه خودشون رو بیکار بیارن. اصلا اون چی که ایران ندارن نگرانی برای مردم هست. ولی میبینیم در شروع هفته کار عمده مسئولین به اصطلاح درجه که این حکومت اسلامی پاسخ دادن یا واکنش نشان دادن به جریان هایی است که در داخل صورت میگیره و هیچ ارتباطی با مردم نداره. در آخر هفته هم باز ما شاهد همین وضعیت هستیم، یعنی میبینیم آقای حسن روحانی، حالا رئیس دولت تدبیر و امید، وادار میشه، مجبور میشه نسبت به کسانی که گورخواب هستند واکنش نشون بده. این واکنش نتیجه انعکاس در افکار عمومی هست آقای میبودی،
یک واقعیت تلخه. بعد از 37 سال این مملکت رو که میتونسته در ردیف 5 کشور ثروتمند بزرگ دنیا باشه، میتونسته این کشور کشور مرفهی باشه، کشوری باشه که مردم با عزت در اون زندگی میکنن، امروز به وضعیتی افتاده که دیگه برای پیدا کردن فقیر نباید به بلوچستان رفت. در گوشه تهران، در حاشیه تهران، پایتخت این کشور بزرگ، شما شهریار رو دارید و در شهریار در یک گورستان مردم چون کارتون هاشون رو مسئولین شهرداری میان میبرن اونها رو بیرون میریزن، جای دیگری ندارن، میرن 5 نفر در یک گور میخوابن و رئیس دولتی که خودشو به عنوان مسئول حکومت معرفی میکنه، دولتشو دولت تدبیر و امید نامیده، در حکومتی که خودش مدعی مستضعفین بوده، حالا باید پاسخگو باشه که آیا اینها معتادن یا آدمهای عادی هستن. ولی واقعا آقای میمونی دردناک نیست؟ حتی اگر اینها معتاد هستن در یک کشور پیشرفته، آیا حق زندگی دارن یا ندارن؟ آیا حق معالجه اعتیاد دارن یا ندارن؟ که این هم باز دروغی است که اونها میگن. ممکن است بین 61 نفری که در گور میخوابن، چون جای دیگری ندارن، سرپناه ندارن، دولت به اونها پناه نمیده، چیزی که حداقل انتظار یک انسان میتونه باشه، به گور پناه میبرن. ولی میان برای اینکه بتونن صورت مسئله رو اصلاح بکنن، بگن که سیاه نمایی نشده، اونها رو از گور در میارن، توی خیابان رها میکنن، بازم بهشون پناه نمیدن، اونها رو از اون چیزی که خودشون اختیار کردن میرونن. این وضعیتی است که جمهوری اسلامی از ابتدای 37 سال تا به حال داشته، هرگز توجهی به مردم و نیازها و خواسته ها و حق اونها نداشته، ولی زمانی که میتونسته برای باقی ماندن چند روز بیشتر در علیکه قدرت، از همه توانی که متعلق به مردم هست سوء استفاده کرده. نگاه کنید، در زمانی که ما گورخواب داریم در تهران، در سوریه 35,000 نفر هستند، گروه های شیعی که از کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان استخدام شدن، اختیار شدن، از لبنان استخدام شدن، 35,000 نفر رو به اونها ماهانه $1,500 حقوق میدن تا اینها برن در شهر حلب از علم و بیرق آقای اسد دفاع بکنن و مخالفین اسد رو اونجا از شهر بیرون کنن و بعد به عنوان بزرگترین افتخار سیاسی و نظامیشون بگن ما در حلب به پیروزی رسیدیم. پیروزی شما در حلب به قیمت شکست در داخل، به قیمت از بین بردن زندگی کسانی است که از اونها به عنوان معتاد یاد میکنید، ولی اکثر اونها معتاد نیستن، فقر زده هستن، کسانی که در گور میخوابن چون سرپناهی ندارن. آقای میبودی، شما خوب میدونید که حقوق متوسط یک معلم در تهران در حدود $80، یک افسر ارشد ارتش در حدود $120 ماهانه حقوق میگیره، ولی در همین حالت که اونها حقوقشون از $80 بیشتر نیست، این حکومت اسلامی غیر انسانی که خودش مدعی مستضعف معرفی کرده، $1,500 برای آدم کشی به 35,000 نفر خارج از ایران میپردازه تا بتونه از الدنگی مثل آقای بشار اسد در سوریه دفاع بکنه. چرا؟ برای اینکه سوریه رو به عنوان پایگاه قدرت میخواد. همین کار رو در ارتباط با حزب الله لبنان کرده و اینها دست خالی نمی جنگن. باید از راه های قاچاق به اونها اسلحه رسوند. این اسلحه هم باز مثل حقوق این سربازان کرایه‌ای مردم ایران تحمل میکنن، مردمی که هر روز فقیرتر و فقیرتر میشن، اونهایی که جوانی دارن مجبورن به تن فروشی رو بکنن، اونهایی که این بضاعت رو ندارن از غم افسردگی، از افسردگی ناشی از نداشتن کار و اشتغال و سرپناه، به مواد مخدر ارزان پناه میبرن و جامعه امروز رو به یک جامعه مریض و فاسد تبدیل کردن. و نمیدونم آخه این آقای روحانی که هرگز خود و فرزندانش شاید در صف قرار نگرفته برای خریدن میوه، برای خریدن پیاز، برای خریدن گوجه فرنگی، واقعا به خودش نگاه کرده که بگه آه 10 سال پیش در این حکومتی که من یکی از نمایندگانش هستم، مردم بیم داشتن شیشه اتومبیل‌ها رو پایین بکشن برای اینکه مردم نیازمندتر موتورسیکلت درست میکردن، کیف مردم رو میدزدیدن و میبردن. حالا کیف دزدی تبدیل شده به دزدیدن کیسه های پلاستیک برای اینکه مردم فقیرتر و فقیرتر شدن و دزدها زیاد و زیادتر شدن. اگر پیاز و سیب زمینی خریدن، بایست اون رو 4 چنگولی زیر بغل بگیرن که کسی از اونها این رو ندزده. اینجا جامعه است که
آقای روحانی، علی خامنه‌ای و سردمدارانی که در این حکومت هستن از اون دفاع میکنن و پیروزی در حلب رو پیروزی خودشون معرفی میکنن، ولی شرمسار نیستن از اینکه بگن ما در کشور کسانی داریم که پناهگاه ندارن، پناهگاه اونها گوره و حتی گورخوابی رو هم به اونها نمیبخشن یا از اونها انتظار نمیکنن. تشکر میکنم. جوابی داده آقای روحانی به آقای اصغر فرهادی که منم شرمندم. من اگر رئیس دستگاه اجرایی مملکت بودم و 30 سال سهیم بودم در کار حکومت، خجالت نمیکشیدم، میمردم. یعنی میرفتم و میمردم وقتی صحنه ها رو میدیدم، صحنه گورخوابی، گورنشینی. شماری از هموطنان ما که تا شاهی آخر غارت شدند. بعد تشریف بیارید به این کالیفرنیا، یا تشریف بیارید به جنوب فرانسه، یا خریدهایی که این قش نوکیسه ایران در خارج از ایران کردند و پولهایی که هزینه میکنند، سفرهاشون، هواپیما اجاره میکنند، چارتر برای که افراد یک خانواده برن تایلند. همین آقای عارف $500,000 فکر کنید، همین آقای عارف که یکی از چهره های سرشناس و نمادین اصلاح طلب، خانم و بچه هاشو بره بگردونه و هواپیمای چارتری که صورت حساب داده $500,000. بخوانید نامه یک حزب اللهی رو که عضو سفارت بوده در همون تایلند در مورد همین به اصطلاح هزینه اجاره کردن هواپیمای چارتر به قصد تفریح و گردش به حساب دولت، به حساب دولت. خب با آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز هستیم همیهنانم. از این لحظه برنامه در اختیار شماست، چند دقیقه با شما خواهیم بود، بعد از بازارچه عبور میکنیم، بازار سمرقند رو برمیگردیم، با سارا خانم خواهیم بود بازم با شما و نظراتتون رو خواهیم شنید. امیدوارم که پرسشاتون رو از آقای دکتر تقی‌زاده از حالا تهیه کنید تو فرموله کنید به حداقل. اینم شماره تلفن ما 818 342 30 31، 818 342 30 31. یکی از موضوعاتی که این روزها خیلی بحثه تغییرات ژئوپلیتیک در سال 2017. میگن تغییرات عمده ای رخ میده، دست کم 11 تغییر در جهان. یکی از مواردی که بهش اشاره کرده بلومبرگ در مورد رودررویی نظامی عربستان و ایرانه. این موضوع خیلی حادیست. اما حرف آقای خامنه ای شنیدن یادتون باشه، آقای خامنه ای در تمام این دورانی که گفتیمش آقای اوباما بهشون نامه می‌نویسه، دائما خواهان افزایش توان نظامی و حتی اتمی ایران شده به طور تلویحی بعد از ماجرای برجام و اینها. اما دیروز حرفهایی زد که خب نشون دهنده پس نشینی، عقب نشینی آشکاره. که آقا من سلاح هسته‌ای مبانی شرعی داره. مبانی شرعی. ببینید عقب نشینی تا چه حد عقب نشینی. دیگه شعار مرگ بر آمریکا شنیده نمیشه از زمانی که آقای ترامپ منتخب شده به عنوان رئیس جمهور محترم شناخته میشه و پایمال کردن پرچم آمریکا و از این قبیل. خب میریم روی خطوط تلفن. درود بر شما، بفرمایید. خسته نباشید. قربان شما، درود بر شما. بودید نظر من میخواستم شما و آقای تقی‌زاده ابراز کنم که این رژیم ایران یک رژیم نوکریف، یعنی نوکر استعماره. اینا رو آوردن که هم ایران نابود کنن، به خاطر اینکه در زمان اعلیحضرت ما همه کاره بودیم، ما داشتیم پیشرفت میکردیم. اینا دوست نداشتن که ملت ایران که به پیروزی و به تکنولوژی و پیشرفت دست پیدا بکنه و خمینی را آوردن. اینا هر کاری میکنن، لحاظ اتمی، لحاظ هسته‌ای، لحاظ همه چی، در هر جوانبی که شما بگیرید اینا نوکر استعمارن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. از لحاظ هفته‌ای پول میره تو حلقوم استعمار، از لحاظ نمیدونم کمک به کشورهای مثل حمله به سوریه و عراق و اینا، همه و همه و همه لباس
هستند که به استعمار پول برساند. ایران رو گذاشتن تو منطقه که براشون پول بیاره. ایران برای استعمار روس و انگلیس، همین امریکا، هم میگم انگلیس یعنی امریکا، روس هم یعنی چین، هر دوشون، اینا برای اینا دارن کار میکنن، اینا از اینا دارن استفاده میکنن. نظر من مخواستم آقای تقی‌زاده بگه. خیلی ممنون، من از تلویزیون گوش میکنم. تشکر میکنم. دوتا تقی‌زاده، من نظر خاصی ندارم. مای میگوی خواهش میکنم شما توضیحاتون رو ارائه کنید. ممنون. درود بر شما. این فرمایید سر تلویزیونتون رو کم کنید. شما درود بر شما. جناب مهبدی عزیزم، فرانک هستم از تهران. فرانک عزیز قربون شما. این داستان گورخوابی که اصلا واقعا از دیروز سوالا که من این مقاله رو خوندم، روزگار رو واقعا روزگار کافی سیاه بود، سیاه‌تر کرد. واقعا باید این آقایون تک به تکشون سرشون رو بذارن بمیرن که یه هموطن یک نفر نیستن، که این چیزی که یه بخش خیلی کوچیکی که ما فهمیدیم از طریق این گزارش کافیه فقط به اطراف تهران یا اطراف شهرهای دیگه، مشهد و شهرهای بزرگ بریم، هزاران هزار از این آدم ها هستن. واقعا سردآور من دیروز تا حالا واقعا میگم زندگی بریم. من نمیدونم اینا چجوری با این همه مسئولیت میتونن زنده باشن و زندگی کنن. آقای خامنه‌ای سرتو بذار بمیر، واقعا سرتو بذار بمیر. دستتون درد نکن آقای تقی‌زاده، در دستان نظراتتون. برای خود منم پیش اومده که من خودم سالهاست گیاه‌خوارم، برای همدردی از زمانی که گوشگیرم شد من هم گیاه‌خوارا پیوستم. اولش به خاطر مردم بود، دیدم وقتی تو جامعه دارم زندگی میکنم که مردم من گوش نمیتونم بخورم، مثلا از گلوم پایین نمیرم، دو تا سگ دارم، برای سگام مرغ میخرم هر از برای من پیش اومده که کسی مرغ منو تقریبا یک ماه پیش دزدیدن. من همینطوری وایسادم و تماشا کردم کار، میدونستم اون بدبخت گرسنه‌ست و داره این کارو میکنه دوش جونش. بهرحال خیلی ممنونم از لطفتون. تشکر میکنم. چه آدم های، چه انسان های شریف و بزرگوار داره ایران. دکتر تقی‌زاده بفرمایید. آقای مهبدی، شما اشاره کردید که من هم اظهار نظر حسن روحانی رو شنیدم که اظهار شرمساری میکنه. دو موضوع هست، یکی این که اگر روحانی اظهار شرمساری میکنه، این رئیس دولت تدبیر و امید برای حل این مسئله چه برنامه ای داره؟ آیا برای او همچنان مقدم این است که پولهای نفتی ایران رو راهی سوریه بکنه برای رژیم اسد، یا اینکه سرپناه بسازه برای کسانی که کاشانه ای ندارن، برای اینکه کسانی که زیر آسمان کبود میخوابن یک جایی برای زندگی داشته باشن؟ کدوم برنامه رو برای افزایش اشتغال داشته؟ کدوم برنامه اصولی رو برای مقابله با بحران اعتیاد در ایران ساخته؟ دو سه روز پیش با دوستی صحبت میکردم که در اصلویه شهر گازی ایران یکی از اقوامش کار میکنه، میگفتن 160 گروه رو اگر ببرن برای مقابله با اعتیاد کارکنان صنایع گاز باز هم کمه، برای اینکه واقعا مردم در وضعیتی به اصطلاح تظاهر به زندگی میکنن که اعتیاد بخشی از زندگی اونها شده. آقای روحانی تو میگی من شرمسارم، ولی آیا این شرمساری واقعا کافی است؟ چه کردی؟ چند دهه دیگه این حکومت ننگین فرصت میخواد برای اینکه بتونه حداقل فقر رو در جامعه یک تغییری بهش بده، به مردم یک پناه بده. آیا هنوز اولویت شما جنگ خارجی بیرون از مرزهای ایران نیست و رها کردن مردم در فقر و فاقه؟ نکته دیگری که میخوام آقای مهبدی بهش اشاره بکنم، مسئولیتی است که آدمهای شناخته شده داخل ایران دارن، ورزشکار، شاعر و نویسنده و همینطور هنرمندانی مثل آقای پناهی که پیشتر از نامه اخیری که منتشر شد پیشگام بود، نکاتی رو مطرح میکرد که به هر حال انعکاس نیازهای مردم بود. و امروز اگر اسخر فرهادی نامه مینویسه میبینیم واکنش در جامعه درست میکنه. شاید کسانی که در داخل ایران زندگی میکنن، فعالهای سیاسی هستند، به اتهام جاسوسی مورد پیگیری قرار بگیرن، به اتهام مخالفت با نظام مورد پیگیری قرار بگیرن
ولی افراد شناخته شده رو حکومت نمیتونه به اونها دست بزنه. یک آدمی مثل علی دایی یا کسانی که در ایران مورد علاقه مردم هستن، شناسایی شدن، شناخته شدن، اگر حکومت به سمت اونها بره و اونها رو آزار بده، هزینه سنگینی باید بنزین بابت بپردازه و بین علت مسئولیت کسانی مثل اصغر فرهادی در جامعه ما بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و اونها هستن که امروز باید در داخل کشور این علم نارضایی رو بلند بکنن، این علم نابرابری رو بلند بکنن و باید فجایعی رو که در جامعه ما میگذره به گوش مردم و مسئولین حکومت برسونن. بعد از بازار چه بر میشیم نظر آجو بفرمین. درود بر شما. تشکر میکنم. می‌خواستم با آقای طریزاد بسیار تشکر کنم از برنامه شاید صحبت هایی که میکنن، خیلی صحبت های قشنگ میکنن. یعنی هر آدمی که تو ایران واقعا اصلا هیچ شعور سیاسی، خواستم از آقای طریزاد خیلی خیلی تشکر کنم از این برنامه سن. ممنون، سپاسگزار. از کجا؟ از ایران زنگ میزنید؟ من فقط میخواستم بگم که این ملت، من تو اروپا زندگی میکنم، اما این ضریب هوشی خیلی مهمه. ما ایران یا ضریب هوشی من از دادی کشور دیگه خیلی پایینه، بخاطر اینکه توی کشور اروپایی ما به خوب زندگی میکنم، بخاطر اینکه ضریب هوشی شون هم بالاست. ممنونم. ترجیح دارم ضریب هوشی ایرانی ها پایین باشه. ولی حالا برمیگردیم نظر آقای دکتر تقی‌زاده رو خواهیم پرسید. برمیگردیم. میشه منجایی بودیم که ضریب هوشیمون بیشتر از بقیه هست در دستگرم در منطقه. میخوام بینم این حرف تا چند درست و صادقه. من پایی علمی که این حرف نداره آقای میبودی، هم اون طرف قضیه درش اغراق شده هم این طرف. اگر این رو ثابت کردن، اگر یک طفل متولد قبیله ای رو در آفریقا که حد اکثر اعدادی که میتونن بشمرن ده هست، اون رو به سوئیس ببرن و در یک محیط متفاوت رشد بکنه، از تعلیم و تربیت بهتری برخوردار باشه، ضریب هوشیش در حد مردمی است که در سوئیس زندگی میکنن. متقابلا اگر یک بچه سوئیسی رو، طفلی رو ببرن به همون قبیله آفریقایی و اونجا رشد بدن، طبیعتا با ضریب هوشی پایینی ادامه زندگی خواهد داد، شبیه کسانی که در جنگل و همسوی با او زندگی میکنن. مردم ایران مردم کم هوشی نیستن. مردم ژاپن معروفه که از ضریب هوشی بالایی برخوردار نیستن، ولی در 3-4 دهه گذشته پیشگام فناوری های نوین بودن. و امروز مردم کشور ما مشکلی که دارن هوش کم نیست، مشکلی که دارن حکومت سیاهی است که اونها رو از امکانات آموزش و پرورش، از امکان داشتن خلاقیت محروم کرده. اگر مردم ما ابزارهای درستی در اختیارشون باشه، در ردیف مردم کشورهای پیشرفته دنیا هستند. ضریب هوشی ما ضریب هوشی انسان متعارفی امروزه، نه کمتر از هیچ جامعه‌ای، نه بیشتر از هر جامعه‌ای. نزد بعضی از این مردم خب میشه اون چیزی که شما میگید IQ هوشیاری بیشتری باشه یا هوشیاری کمتری. من این رو نه به عنوان تهمت علیه مردم کشورم میپسندم، نه به عنوان امتیاز خاص. ما مردمی هستیم با قابلیت‌های متعارفی برای داشتن یک زندگی سالم. درود بر شما، بفرمایید. آقای علیرضا به وجه های شما تشکر میکنم عزیزم. من یک حیدان زده شده خیلی مزه میخوام. آرام باشید، بفرمایید. آقای اومده که از ایران صحبت کردن. بله بله. ایران نام نابود کرده خیلی آسونه، چون اینا دولت امریکا قدرت بسیار زیادی داره، خیلی راحت میشه ایران رو نابود کنه. برای نظر من بخواهد شوهر اینا نمیخوان که ایران نابود بشه، اینا بخواهد اونها رو نگه دارن. نظر شما کسی؟ تشکر میکنم، تشکر. آقای دکتر تقی‌زاده، آمریکایی ها نمیخوان ایران رو نابود کنن، میخوان اینا رو نگه دارن. یعنی منظور حکومت رو نمیخوان نابود کنن، میخوان حکومت رو نگه دارن. اگر حکومت منظورشون باشه، ولی برای نابودی ایران آقای میبودی احتیاج به
برای نابودی ایران احتیاج به آمریکا و یک قدرت بزرگ نیست. جمهوری اسلامی با همین بضاعتایی که داره مشغول نابودی ایران، واقعا چه انتظار دیگری داریم؟ جمهوری اسلامی ایران رو گام به گام، روز به روز به سمت نابودی میکشه. دلار خیز برداشته به سمت 4200 تومان، واقعا زباله. آقای میبودی یک لحظه شما فکر کنید در این جایی که زندگی میکنید، دلار آمریکا در طول یک هفته 20% ارزش خودش رو از دست بده، آیا واقعا این دولتی که حتی مردم انتخاب کردن سر جا میمونه؟ در بریتانیا یقینا باعث نیمی از این کاهش قیمت پول ملی باعث سقوط دولت میشه. در دولت در آمریکا و جاهای دیگر دنیا یقینا متفاوت با این نیست، ولی در عرض یک هفته بدون اینکه اتفاق خاصی افتاده باشه، هیچ اتفاقی نیفتاده، 20% پول ملی ارزش خودش رو از دست میده و این حکومت خم به ابرو نمیاد. این قدرت خرید مردمه، این یعنی ادامه بحران اقتصادی، این یعنی فقیرتر شدن مردم، یعنی دولتی که سر ماشین چاپ نشسته برای هزینه های روزی که داره، هزینه های ریالی اسکناس چاپ میکنه و این اسکناس در جایی به دیوار میخوره، ارزش خودش رو از دست میده. بنابراین قدرت خرید مردمی که این رو با پول ثابت به عنوان حقوق ماهانه میگیرن هر ماه پایین تر از ماه قبلی است. این یه نمونه از شاهکارهای دولتی است که خودش رو دولت تدبیر و امید معرفی میکنه. درود بر شما، بفرمایید. با درود آقای میبودی گرامی به شما و نازنین برنامه آقای دکتر طریق‌زاده که خیلی به وجودشون افتخار میکنیم. میخواستم به این هموطنی که از ایران اومدم عرض بکنم که هموطن عزیز، درست برعکس حرفی که زدی استدلال باید بکنی. چرا؟ ملت ایران یک ملت بسیار باهوشیه، برای همینی که در سال 57 توسط توته توسط خود ملت ایران به این روز نشوندند. مشکلی که ما داریم هوش نیست، عقل و هوش نیست، مشکل ما عرق وطن پرستیه که نداریم، عرق ملیه که نداریم. عرق عرب پرستی رو از بچگی با همون کلاس های تعلیمات دینی که بچه های اقلیت های مذهبی هم هر هفته میبایستی از کلاس بیرون به خاطر تعلیمات دینی، عرق عرب پرستی رو خورد خورد تو مغز تزریق کردن که دشمنت رو بپرستی. برای همینه که ما این مشکلات داریم. از خودت تا حالا پرسیدی چرا رهبر ناسیونالیست مملکتت باید مزارش در یک کشور غریبه باشه؟ رهبر ناسیونالیستی که پدر پسر این همه به خدمت کردن چرا باید مزارشون در کشور غریبه باشه؟ و یک ایران ستیز، ایران کش، ایرانی کش، ایران برباده مزارش در قلب تهران باشه و روی مزارش برج و باروی از طلا بسازی و به اونجا رو زیارتگاه بکنی؟ از خودت بپرس. این هیچ ربطی به هوشت نداره، به ربط به ارث ناسیونالیستی داره. امیدوار هستم در ایران آزاد آینده ما هم مثل امریکا که 4 جولای روز استقلال داره، سال یک روز به خودش یادآوری میکنه که ما کشور را از دست دشمن نجات دادیم، همونطور که فرانسوی ها روز استقلال دارن، همونطور که اسرائیلی ها روز استقلال دارن، ما هم یک روز را انتخاب بکنیم که به خودمون یادآوری بکنیم که ایرانی ایران رو از دست عرب ها نجات دادیم. شب و روزتون بخیر. شب و روز شما بخیر. خب میریم به سراغ آقای سکا خانم سارا ایرانی عزیز. گذاری سارا خانم رو گوش بکنیم. امیانانم سلام، من رو هم به سارا بانو برسوید. آقای میبین بله بفهم خواهش کردم سلام من رو هم به سارا بانو برسوید. حتما سارا بانوی عزیز، درود بر شما. درود بر شما جناب آقای میبودی و درود به شنوندگان و بینندگان برنامه یاران و با درود و سپاس مخصوص خدمت دکتر تقی‌زاده گرامی. البان شما ما گوش سراپا گوش بنده و آقای دکتر تقی‌زاده. بفرمایید آقای میبودی. ری تکی همونطور که فرمودین کارشناس سرشناس مسائل ایران که به عنوان مشاور ارشد در امور ایران در وزارت خارجه امریکا خدمت کرده و عضو ارشد شورای روابط خارجی
دارای آثار متعدد مانند پاسداران انقلاب، ایران و جهان در عصر آیت الله، ایران پنهان، پارادوکس قدرت در جمهوری اسلامی، ظهور و سقوط اسلام رادیکال سیاسی و چندین اثر دیگه در 5 دسامبر مطلبی با این عنوان که چگونه ترامپ میتونه از اشتباهات پیشینیانش اجتناب کنه در پولیتیکو منتشر کرد. اشتباهات دوران کارتر تا اوباما رو برمی شماره و رفتار زمانهایی که جمهوری اسلامی خطر و تهدید رو حس می کنه رو هم مثل آزادی گروگانها با انتخاب ریگان و یا تعلیق برنامه‌های هسته‌ای در دوران بوش با پیروزی نظامی و جابجایی طالبان و صدام رو هم توضیح میده. و قویاً معتقده که یک سیاست خارجی موفق در خاورمیانه در گروه اتخاذ یک سیاست موفق در مورد ایران. در ادامه مطلب 5 دسامبر پولیتیکو در 2 روز گذشته ریتکی مقاله مفصلی داره در توصیه به رئیس جمهور منتخب و معامله هسته‌ای که از اون به عنوان میراث فاجعه بار سیاست اوباما نام میبره که در نشریه شورای روابط خارجی و در نشنال ریویو بازتاب داشته. به باور ریتکی بالاترین دستاورد سیاست خارجی 8 سال باراک اوباما توافق هسته‌ای با رژیم تهرانه که در نوع خود بدترین دیپلماسی کنترل تسلیحات در تاریخ امریکاست که به تجاوزات امپریالیستی رژیم مذهبی تهران مشروعیت بخشیده. می نویسد باراک اوباما خود معمار استراتژی ایران با ملاحظات عجیب و غریبش بوده و برای پرزیدنت اوباما موفقیت این سیاست نه بر پایه معمارهای سنتی در جلوگیری از جاه طلبی های رژیم که در ارتباط با این طرز تفکر که امریکا یک دولت مشروع و منتخب رو در ایران در 28 مرداد 1953 سرنگون و برای چند دهه یک مستبد بی‌رحم رو تقویت کرده و رهبران مذهبی رژیم رو نه ضد غرب که ملی گرایانی که خواسته ها و نیازهای مشروعشون توسط خودخواهی های متکبرانه امریکا پایمال شده می‌بینه. می نویسد به باور ریتکی کمدانی خطرناک تاریخی اوباما هیچ جا بیش از در مورد ایران به نمایش گذارده نشده. آقای مهبودی یادآوری می کنم ریتکی در مطالبش در مورد 28 مرداد همواره این نتیجه گیری رو داشته که دخالت امریکا و بریتانیا در 25 مرداد با شکست کامل مواجه و 28 مرداد رو به نام قیام قشرهای مختلف مردم توصیه کرد. مطلب منتشره در این مورد به مناسبت 60 سالگرد این رویداد از نشریه شورای روابط خارجی در این برنامه همزمان خونده شده. به باور ریتکی نقطه آغاز هر سیاست معقول در مورد جمهوری اسلامی بازنگری در برجامه و آنچه حائز اهمیت این که این توافق سدی در مقابل جاه طلبی های هسته‌ای آخوندها نخواهد بود و از سوی مجلس نمایندگان امریکا رد شده و 58 سناتور با اون مخالفت کردند و توافقی که از جانب اکثریت قانونگذاران امریکا رد بشه اعتبار و مشروعیتی نداره، ضمن اینکه حاکمیت قوه قانونگذاری امریکا از هر توافق بین المللی که علیه منافع امریکا باشه مهمتره. معتقد تیم دولت جدید دارای تمام اهرم‌های قدرت برای لغو برجامه. به باور ریتکی با روابط بهتر واشنگتن و مسکو احتمالاً پوتین همیاری بیشتر و رهبران اروپایی هم چاره‌ای جز همکاری نخواهند داشت. اونها رابطه با امریکا رو به حمایت از برجام و حکومت نامشروع جمهوری اسلامی ترجیح خواهند داد. چین هم در به تنهایی حاضر به حمایت از جمهوری اسلامی در شورای امنیت نخواهد شد. معتقد در دوره‌های ریاست جمهوری گذشته به جز در موارد کنترل تسلیحات سیاست مشخص روشنی در مورد رژیم تهران وجود نداشته. به باور ریتکی تجدید نظر در برجام نباید هدف نهایی در خط و مش سیاست جدید علیه جمهوری اسلامی باشه، بلکه یکی از اولویت‌های دولت جدید در واشنگتن تنظیم سیاست جدیدی در مورد رژیم تهرانه که از مهمترین مسائل سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ خواهد بود. معقول‌ترین مشارکتی که دولت ترامپ میتونه در مورد ثبات منطقه انجام بده
تنظیم یک استراتژی روشن علیه جمهوری اسلامی در منطقه و رژیم رو تحت فشار و تنش قرار دادنه. معتقد علی خامنه‌ای بسیار لطمه‌پذیر وظیفه سیاست ایالات متحده بهره گرفتن از تمامی این نقطه ضعف هاست. ریتکی معتقد اگر امریکا خواهان سیاست موفقی در قبال جمهوری اسلامی باید هوشیار عمل کنه و به اطلاعات نادرست برخی منابع و نهادهای اطلاعاتی که آخوندها رو مسلط و در کنترل کامل تغییر ناپذیر ارزیابی می کنند و هشدار می دن که هر گونه تلاشی علیه رژیم به توانمندی به اصطلاح تندروها منتهی میشه میدان ندهند. ریتکی معتقد تقلب در انتخابات 2009 و سرکوب خشونتبار و محاکمات نمایشی شهروندان که همچنان ادامه داره مشروعیت انتخابات که نوعی پوشش به عنصر جمهوریت میبخشید رو هم از رژیم گرفت. از منظر دیگه معتقد رژیم که به ترور متکیه برای همیشه نمیتونه نیروهای خواهان تغییر رو سرکوب کنه. توصیه میکنه در مورد رژیم تهران هم سیاستهای دولت ترامپ باید مشابه خط و مش سیاسی ریگان در قبال اتحاد جماهیر شوروی باشه. مینویسه پرزیدنت ریگان نه فقط بازنگری و تجدید مذاکرات برای رسیدن به یک توافق تسلیحاتی بهتر را آغاز کرد، بلکه با اتخاذ یک سیاست جامع پایه و ساختار لرزان رژیم کمونیستی رو نشونه گرفت. ریگان با محکوم کردن نظام کمونیستی مخالفان رژیم رو متبلور و منسجمتر و امپراتوری شوروی رو تضعیف کرد. دنبال روی از سخنرانی های قدرتمند ریگان در جهت سرنگونی دولت کمونیستی لهستان و کشور شوراها میتونه منبع خوبی برای شروع دولت جدید باشه. به باور ریتکی امریکا باید راهی برای ایجاد رابطه با نیروهای مخالف درون مرز بیابه. با توجه به ظلم و ستم رژیم در تیپ‌های مختلف اجتماعی و فساد گسترده، ایرانیان نه تنها از جمهوری اسلامی گذر کردند که حتی در مراسم و بزرگداشت‌های مذهبی هم شرکت نمی‌کنند. به باور ریتکی 3 دهه حکومت دینی ایران را به یکی از سکولارترین کشورهای جهان تبدیل کرده. به واسطه بی‌کفایتی، سوء مدیریت و فساد گسترده، طبقه محروم و طبقه متوسط به یک میزان تحت فشار و ستمند. حتی آیت الله های ارشد هم به هزینه سنگینی که تشیع بابت دخالت در سیاست پرداخته واقف شدند. امریکا متحدین آماده‌ای در صحنه سیاست ایران داره، باید در جهت توانمند کردن نیروهایی که به ارزش‌های ما باور دارند اقدام کنه. اهمیت تحریم‌های اقتصادی به عنوان اهرم‌های فشار بر رژیم فوق‌العاده است. تحریم‌های فلج کننده چند سال پیش به خوبی نشان داد که امریکا از ظرفیت قابل ملاحظه‌ای برای کاهش فعالیت‌های اقتصادی رژیم تهران تا آستانه سقوط برخورداره. باید این اهرم رو به کار گرفت و جمهوری اسلامی را از نهادهای مالی جهان محروم کرد. هنگامی که ملاها پولی در صندوق نداشته باشند، قادر به حمایت از شبکه‌های نیابتی خود که یکی از عوامل کلیدی برای حفظ سیاست‌های رژیم است نخواهند بود. با باور ریتکی یکی از بهترین روش‌های تهدید و فشار علیه جمهوری اسلامی کاهش ارز معتبره که از طریق فروش نفت و گاز تامین میشه. مینویسه پسراندن جمهوری اسلامی در خاورمیانه فرمان روز در واشنگتنه و این برداشت نادرست که تهران و واشنگتن دشمن مشترک به نام داعش دارن رو رد میکنه. معتقد چنین ادعایی پوششی بر واقعیت‌های جاری 3 دهه گذشته، در واقع رادیکالیسم سنی محصول شوونیسم شیعی است و معتقد برای از بین بردن داعش و ستیزه‌جویی‌های اهل سنت نخست باید به جاه طلبی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی پایان داد و با اشاره به رقابت گسترده منطقه‌ای کشورهای حاشیه خلیج فارس با جمهوری اسلامی، توصیه‌اش اینه که واشنگتن در این مسیر نه تنها این تلاش‌ها را تحکیم که سعی کنه کشورهای عربی رو به کاهش روابط تجاری و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مجاب کنه. در خاتمه نتیجه میگیره از بعد به تأسیس جمهوری اسلامی غربی هایی که محصور آخوندها شده بودند به شیوه های گوناگون در عملگرایی رژیم مذهبی تهران اصرار می‌ورزیدند،
و معتقد بودند امریکا برداشت نادرستی از حکومت مذهبی تهران داره و اگر امریکا دشمنی ها رو کنار بگذاره میتوانه روابط جدیدی با جمهوری اسلامی برقرار کنه، اما واقعیت اینه که این رژیم انقلابی از سرگیری رابطه با امریکا رو تهدید جدی برای نظامش میبینه. اولیگارشی آخوندی برای توجیه سرکوب مخالفین و حکومت پرعزینه و فاسد خودش احتیاج به دشمنی با امریکا داره و این مهمترین درسی است که رئیس جمهور جدید باید بیاموزه. تشکر سارا خانم. آقای دکتر تغیزاده، هر چقدر به 20 ژانویه نزدیک میشیم لحن پاره از صحنه‌گرا خیلی داره تند میشه. این آقای ریتکی به هر حال یه نگاه میانه داشت به ایران و ببینید چقدر عصبانی از سیاست های پرزیدنت اوباما که به نتایجی رسیدن که الان سارا خانم یکی یکی اونها رو برشمرد و نظر آقای ریتکی رو منعکس کرد که به نظرم نظر شمار زیادی از چهره های کلیدی است که قرار از این پس آمریکا رو هدایت بکنه. دکتر تقی‌زاده، قول ریتکی خونده شد و خانم ایرانی سارا بانو تهیه کرده بودن به پردازم به این توهمی است که از انحصاری بودن موقعیت حکومت اسلامی سازمان‌های اطلاعاتی اونهایی که میخوان اینطور فکر بکنن به مسئولینشون میدن. واقعیت این است که حکومت اسلامی در کنترل وضعیت امروز ایران نیست و هر چقدر فشارها زیادتر بشه توسل اونها، آویخته شدن اونها به اسلحه زیادتر از پیش میشه. ما میدونیم این حکومت واقعا اگر به زور اسلحه نباشه یک روزه ساقط خواهد شد و هر چقدر فشارهایی از این دست علیه حکومت زیادتر بشه این حکومت به سمت اسلحه خودش رو نزدیکتر میکنه. حکومتی است که واقعا فاقد پایگاه مردمی است. این آقای باریکبینی که الان پای برنامه ما نشسته و امروز شاید ساکت مونده بهتر از من و شما میدونه تا چه حد این حکومت پایگاه مردمی رو در داخل ایران از دست داده و اگر واقعا زور سپاه و اطلاعاتی ها و کمیتیجی ها نباشه حکومت یک روز هم بر سر کار بند نخواهد شد و این باید در آویزه گوش کسانی باشه مثل اوباما که همه تخمرخای معامله رو در سبد جمهوری اسلامی گذاشتن. انگاری در این مملکت 80 میلیونی هیچ کس دیگری وجود نداره، این حکومت مخالفی نداره، حتی با اونها هم وارد گفتگو نشدن. ولی این سیاست یقینا در دولت ترامپ تغییر خواهد کرد، نگاه به مناسبات غرب با ایران تغییر خواهد کرد و اون ترسی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه اشاعه بده اینکه اروپا از تصمیمات تند آمریکا پیروی نمیکنه یک دروغ بزرگه. اروپایی ها همیشه جمهوری اسلامی رو با کس دیگری که بزرگتر از اونها یا کوچکتر هست مقایسه میکنن. اینجا اگر واقعا مدعی آمریکا باشه، آمریکا بازار چندین برابر بزرگتری است از جمهوری اسلامی برای چین، برای اتحادیه اروپا، برای همه کسان دیگری که میخوان در بین جمهوری اسلامی و آمریکا انتخابی بکنن و طبیعتاً انتخاب آمریکا خواهد بود. اروپا همچنان برای حفظ وضعیت امنیتیش به آمریکا نیازمنده و جمهوری اسلامی و حکومت آخوندها واقعا اونقدر ارزش و باها برای اروپا نداره که خودشون در مقابل آمریکا قرار بدن به این بهانه که از جمهوری اسلامی حمایت بکنن. این آقای اوباما بود که اروپا رو با سیاست‌های واشنگتن همسو کرد. اوباما بود که فشار به اروپایی ها می آورد توسط وزیر خارجه از هم در دوران کری هم در دوران خانم کلینتون که اونها امتیازات بیشتری به جمهوری اسلامی بدن. اوباما بود که مشروعیت از دست رفته جمهوری اسلامی رو در سال 88 تلاش کرد در طول سالهای بعد از اون بازسازی بکنه و حالا اگر کسی مثل اوباما که عاشق حکومت مذهبی ایران به نظر می رسید نباشه و نگاه دیگری به مناسبات ایران با خارجه در مراکز تصمیم گیری وجود داشته باشه این حمایت اگر قطع بشه جمهوری اسلامی واقعا تنها میمونه و شبیه میوه گندیده‌ای خواهد بود که خواهی نخواهی میفته و دوران تکیه کردن به اسلحه هم دوران طولانی نخواهد بود. اونچه که در گفته های خانم ایرانی میشد استنباط کرد از قول آقای ریتکیه این بود که نگاه امروز دولت، نگاه دولت بعدی به مناسبات با ایران باید نگاه متحولی باشه.
تنها کاری که آقای ترامپ میتونه انجام بده این است که هرچی آقای اوباما در قبال جمهوری اسلامی کرد اون رو وارونه کنه. تو تک زاده، یکی از هدفهایی که دائما آقای ترامپ روش داره تاکید میکنه خود سازمان ملله و موجودیت سازمان ملل. تاکیدش هم اینه که ما داریم 600 میلیون دلار کمک میکنیم به سازمان ملل، 22% از هدینه های سازمان ملل به عهده ماست، مضافه اینکه سازمان ملل در مملکت ماست. این حرف به ویژه بعد از این ماجرای صدور قطعنامه علیه اسرائیل که اوباما ترامپ رو بسیار خشمگین کرده. گفتم اوباما قبلا، ببخشید، همش راجع به ترامپه، ترامپ رو شدیداً خشمگین کرده و گفته میشه که میخواد بودجه سازمان ملل رو قطع بکنه. این یک ماجرای به اصطلاح ماجرای واگذاری مجموعه اسناد در این زمینه، در زمینه همین صدور قطعنامه و تبانی ایالات متحده آمریکا به کشورهای مثل اکوادور. دیروز هم مثلا تحلیلگرایی که ما در تلویزیون اغلب معترض بودن که چطور اوباما با حکومت‌هایی که حقوق بشر رو زیر پا می‌گذارن به طور آشکار، مثل سوریه، مثل روسیه، مثل اکوادور، مثل چین، مثل ونزوئلا، چطور با اونا همدست میشه علیه اسرائیل؟ علیه اسرائیل همدست میشه، تاکید دیشب برخی تحلیلگرها بود. بگم این نظر شما چی؟ واقعا اگر قرار بشه آمریکایی‌ها کمکشون رو به سازمان ملل قطع کنن یا خیلی محدود بکنن در حد بقیه کشورها، و سازمان ملل چه وضعی پیدا میکنه؟ واقعا ببینیم الان سازمان ملل در مناسبات بین الملل چه نقشی ایفا میکنه. بالاترین نقشی که سازمان ملل ایفا میکنه صدور قطعنامه است. قطعنامه ای که اگر کشورهایی که در شمول اون قرار میگیرن نخوان اون رو اجرا بکنن، هیچ تکلیفی برای اجرای اون ندارن. واقعا به یک سازمان مشورتی بزرگ تبدیل شده که به هر حال زمان مرگ اون خواهد رسید. اگر ما زمانی شاهد سقوط اتحادیه‌های منطقه‌ای بودیم، شاهد سقوط مثلا گروه 77، گروه کشورهای غیر متحد و غیر بودیم که در آخر خط تبدیل شدن به یک کلوپ بزرگ بدون ثمر، این اتفاق در مورد سازمان ملل هم میفته. ما این اتفاق رو در مورد سازمان‌های وابسته به سازمان ملل دیدیم و یقینا در مورد مجموعه سازمان ملل هم این اتفاق دور از دسترس نیست. و اگر آقای ترامپ یک نگاه عملگرا به سازمان ملل داشته باشه، حداقل خواسته منطقیش این است که از اعضای سازمان ملل، اونهایی که میخوان این موجودیت این بدنه رو نگه دارن، بخواد که سهم مساوی داشته باشن. آمریکا یک رأی در شورای امنیت داره، روسیه هم همون رأی رو داره. حالا منهای میزبانی که آمریکا قبول کرده، اگر کسان دیگری داوطلب هستن سازمان ملل رو منطقه خودشون ببرن، اونجا برگزار بکنن، و اگر واقعا به ادامه حیات سازمان ملل علاقمند هستن هزینه متعادل بپردازن. آمریکا بخش عمده هزینه های سازمان ملل رو میپذیره، مشکلات امنیتی پذیرایی از این گروه در نیویورک هم به تن میخره، ولی حقی که در سازمان ملل و گرداندن امور این سازمان داره بیشتر از بقیه اعضا نیست. و آقای ترامپ به عنوان یک تاجر نگاهی عاقلانه و عملگرا در جهت منافع ملی مردم آمریکا نسبت به این سازمان داره، و پیگیری از این نگاه ممکن است به تغییرات اساسی در ساختار، هدف، وضعیت موجود سازمان ملل بیانجام. کمپانی‌های آمریکایی مثل گوگل و فیسبوک و حضورت که از همیهنان هم جمعن اینا 560 میلیارد دلار پول ساختن، 560 میلیارد دلار پول درصد شرکت های هایتک همیهنان در ایالات متحده آمریکا ساخته شد. بیریم روی خطوط تلفن با آقای دکتر طریزاد تقی‌زاده عزیز هستیم. پرسش هایتون رو میتونید با ایشون در بیان بگذارید. بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید آقای باریک بینه. جناب آقای صفی‌زاده، عرض احترام دارم. سال نو رو پیشا پیش تبریک میگم به شما. هم سعادتیم آقای میبودی، دیگه شما رو بیل نمیکنه وقتی میگیره به حرف زدن، دیگه ما مجبوری پشت خط بمونیم. من چه عرض کنم، حرف های هفته گذشته که نیمه کارمون مثل تحلیل سیاسی میشه نو میمونه، یه هفته که میگذره بیاس میشه، حرف های دیری رو به حمت نیمه کارمون. امیدوارم امروز یکم تحمل بخرجیدم جناب بینید، به شرطی که روی یه موضوع تمرکز کنی. شما موضوعات مختلف میارید، در نتیجه آدم سردرگم میشه. یه موضوع رو بگیر راجع به صحبت کنید، بفرمایید. شما غافلی امروز چند تا موضوع رو ترک کردی که همه‌شون جای بحث داشت. یه بی نداره
تحلیل ابتدایی شما کاملا صحیح بود، منطقه در نیمه راه یه دفعه رفتی توی مسیر دیگه، اصلا منحرف شد. میفرمونی من از اول که نوار آیت الله منتظری منتشر شد از کردم خدمتتون، فهرستوار میگم سریع، نوار آیت الله منتظری میلیاردها تومان اختلاس تو بانک ها، زمین های نجومی شهرداری، حقوق های نجومی مدیران، ترافیک تهران هم حتی جدیدن میگن سیاسیه، حساب های قوه قضاییه، سعید توسی، افزایش دلار که میگن مال پولاییه که مخفی کرده بود دولت قبل داره بازار رو به هم میزنه، افشاید مذاکرات محرمانه آقای ظریف هست که سابقه نداره و امروز هم گورخواب ها. اینا رو بچینیم کنار هم، اینجاست که تحلیلگر سیاسی لازمه. جالب بدونیم همه این اخبار هم از درون حکومت داره بیرون میاد، شما ها که چیزی که اشتا کردیم به عنوان اپوزیسیون، تمام نهادهای دولتی یا غیر دولتی، افراد منتصب حتی به دولت، نماینده مجلس، حقوقهای نجومی قوه قضاییه رو لو میده. اینا رو بچینیم کنار هم بعد بازی نخوریم. چیزی که شما ابتدا گفتین درست بود، ولی در نیمه راه گورهای به اصطلاح گورخوابها شما رو تاثیر احساساتی کرد. ما یه تلفن داریم در تهران 137، همه میدونن زنگ بزن هر کی هر جا کارتون خوابه کنار خیابون معتاد اولگرده میگیرن میبرنش اصلاحش میکنن لباس تنش میکنن غذا بهش میدن جای خواب بهش میدن. چرا یه دفعه گورخوابها 50 نفر آدم همه تهران رو میگیره فرانک خانم احساساتی میشه؟ همون قضیه درگیری های داخلی انتخابات ما نباید بازی بخوریم. من عامل جمهوری اسلامی دارم به شما مبارز میگم، مخالف جمهوری اسلامی حواستون رو جمع کنید آقای طریق‌زاده، اینجاست که تحلیلگر نیازه. نذارین هفته گذشتم جوابتون رو بدم، علی نداره به روز بپردازید. انقدر حکومت ما رو مشغول این گزارش های روزانه کردیم که قافل شدیم از تحلیل. تشکر میکنم، ممنونم. این گزارش گورخواب ها بپرد. ممنونم. در نهایت زرنگی فرمودن که تمام این مصیبت زدگان تعدادشون 50 نفره و 50 نفر در واقع ما رو سر کار گذاشتن. این دیگه نهایت نمیشه، نهایت بی انصافی و بی عدالتی. بفرمایید آقای دکتر حقی‌زاده. در ایران مطابق آماری که خود حکومت انتشار میده بیش از 7 میلیون معتاد وجود داره. من نمیدونم این 7 میلیون رو به سرزمین لیلیپوت هم اگر این آقای باریکلین ببره چطور میتونه به 50 نفر تبدیل بکنه؟ آیا واقعا چشم او در این جامعه فقط 50 معتاد رو میبینه؟ این یک مسئله. مسئله دیگر این است که آیا وجود فاجعه دردناکه یا نحوه گزارش این فاجعه؟ آیا حکومت جمهوری اسلامی میتونه کسانی رو که در درون حکومت خودش عاشق قدرت هستن بگیره، دهان اونها رو ببنده و مانع بشه از این که واقعیتهایی که در این جامعه هست رو بروز بدن؟ آیا واقعا دردناک این است که در جامعه ما چی میگذره یا اینکه چه کسی اون رو بروز میده؟ نکنه آقای باریکبین میخواد مدعی بشه که این مملکت یک حکومتی داره از دموکراسی های غربی دموکراتیک تر که همه عوامل آزادن، هر چیزی که میخوان به زبون بیارن و ما هم خارج نشستیم از این گزارش ها که از داخل مملکت میاد سوء استفاده میکنیم. پس اون زندانیان سیاسی که شما به بند میکشید رو چطور میتونید توضیح بدید، توجیه بکنید و بگید به مردم که برای چی اصلا زندانی سیاسی دارید؟ مگر گناه آدم هایی مثل کروبی و مثل موسوی بالاتر از این بوده است که اظهاراتی کردن، حرفی زدن یا از یک جریان فکری دفاع کردن، گفتن آقا بشار اسد در سوریه آدم بدی است و باید از مردم سوریه برای رسیدن به دموکراسی حمایت کرد؟ الان چند سال این دو نفر رو در زندان نگه داشتیم. آقای باریکبین طوری از این حکومت صحبت میکنه که انگاری همه چیز مثل گل روز خوشبو و قشنگه، فقط عده بیرون نشستن خارهای این روز رو میبینن و این خارها هم از داخل حکومت بیرون میاد و اگر آزادی عمل اونها نباشه ما اونها رو نمیبینیم. نه آقای باریکبین، دنیا عوض شده. الان با تلفن همراه، با استفاده از توییتر، با استفاده از فیسبوک، همه کس با همه جا در ارتباطه. دیگه شما جلوی موج‌های رادیویی و اینترنت رو نمیتونید بگیرید. اگر میتونستید، زمان خمینی میگفت که اگر میتونستم به دور ایران دیوار میکشیدم. اگر علی خامنه‌ای هم قادر بود به دور ایران دیوار میکشید. به میهمانی نرفتن بیبی از بیچادری است. اگر که ما گزارش رو از دست این اون میشنویم، یکی آدم‌های داخل حکومت تمکار هستند و نسبت به خودشون هم حتی خائنند و دوم اینکه جلوی دهان‌ها رو دیگه نمیشه گرفت. آیا اینکه اسقر فرهادی بگه مهمه یا اینکه قدوسی به زبون بیاره مسئله ای رو؟
مسئله واقعی این است که این واقعیت ها در جامعه ما هست. مهم نیست که از چه راهی و چه وسیله‌ای به بیرون درز میکنه. اگر حکومت میتونست زبان بران هم میکرد، ولی دیگه قادر نیست، برای اینکه کنترلش به وضعیت موجود، به وضعیتی که در اون اخبار قابل نگهداری نیست، از دست داده. تشکر میکنم. تشکر. اگه بخواید از وقت بگم به اقتصاد مملکت بینید از چه قرار رای باری کنید، کاری ندارید، دکون صرافی تابلوش نگاه کنید دیگه، این نرخ ارز طور چقدر به نظر کافیست دیگه. مظافر این که شما جنگ قدرت در میان نوچیزها رو فراموش کردید. اگه چیزهای فاش میشه به خاطر جنگ قدرته، جان هم افتادن. میگن بر سر همین افشای ماجرای قوه قضاییه و حساب بانکی جنگ دو زن بوده در یک خانواده، جنگ دو زن بوده که این ماجرا فاش میشه. یکیش خانم رئیس مجلسه، یکی خانم برادرش، یکی هم نیست که رئیس قوه قضایی هست. سر چشم همچشمی کار میکشه به مجلس، تو خود آقای علی لاریجانی هم تایید میکنه که برادرش حسابهای شخصی داشته برای پولهای قوه قضایی، اونها ریخته سالی 250 میلیارد تومان هم بهره بانکی میگرفته. رئیس دستگاه عدالت دارید. با آقای دکتر تقی‌زاده هستیم. همینا هم تشکر میکنم در این میلیسیم از عزت پایانی برنامه سپاسگزارم از سارا خانم. آقای تقی‌زاده آرزو میکنم یک سال خوش در انتظار شما باشه. فقط به من بفرمایید که بزرگترین آرزوتون برای سال 2017 که میشه 10، 2 به اضافه 3 به اضافه 1 به اضافه 7 میشه 10، برای سال 2017 چیه؟ اینکه در عمر خودم آزادی مردم مملکتم رو ببینم. واقعا این که میگم شعار نیست آقای میبودی، آرزوی باقی مونده من این است که ایران رو آزاد ببینم، ایران رو و مردم اون رو در کنترل وضع موجود و روز سقوط حکومت آخوندی رو توی مملکت خودم. جالبه من دیگه اصلا خودم دیگه آرزوی شخصی نداریم. من که دیگه آرزوی شخصی راست میگم آزادی ایران به نظرم مهمترین آرزوی هر کس میتونه باشه. تشکر میکنم از دکتر تقی‌زاده رو. همینانم قراره که در سال 2017 حتما نبش تاریخ ببینیم. دکتر تقی‌زاده خیلی سپاسگزارم از حضور شما. امسال هم سال حیرت انگیزی بود و سالی پر از چالش. در این حال خبرهای بدی هم رخ نداد. دست کم ایرانی ها خیلی امیدوارتر از گذشته هستند نسبت به آینده خودشون. اینطوره نیست دکتر تقی‌زاده؟ اونچه که در ایران نمونده های میبودی امیده، ولی که در این دوران بیامیدی امیدوار باشیم که سال 2017 میلادی سالی باشه بهتر برای مردم ایران نسبت به اونچه که پشت سر گذاشتن. آقای ترامپ و آقای اوباما لطفا حق اشتراکشون رو به تلویزیون پارس بدن. ممنونه.